20 years of serving the cause of Prophet Muhammad's household through writing down the words of wisdom of the religious dignitaries will without a doubt be rewarded with great rewards, one of which rewards is becoming a master of art at the age of 32 years. This leads us to explore and find out more about the life of a calligrapher who lives in the holy city of Mashhad in Iran, a young artist and calligrapher whose name is Hadi Sayyid Kani. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من هادی سید خانی متولد 1360 شهر مشهد خوشنویس هستم. حدود 20 ساله دارم خوشنویسی میکنم. تقریبا 10 سالش آماتور بود. حدود 10 سالش به صورت حرفه‌ایه که دارم کار میکنم، مشغول به کار شدم خوشنویسی. بعد عرض کنم خدمت شما که اولین باری که با قلم و مرکب آشنا شدم دوم سوم دبستان بود. من دایم خوشنویس مغازه تابلوسازی داشت، منم سما تعطیلی ها اونجا خدمتشون کار میکردم. نقاشیم خیلی خوب بود، دایم همیشه تشویقم میکرد که نقاشی کار کنم. بعد بیشتر برای یاد گرفتن نقاشی رفتم خدمتشون، منو گول زد. رفتم نقاشی یاد بده، آروم آروم دفتر و دوات رو آورد و قلم نی برام خرید و سرمشق خوشنویسی بهم داد. کشیده شدم توی خوشنویسی. این شد که استارت خوشنویسی خورد همون موقع. ابتدا از محضر داییم استفاده میکردم، ایشون شاگرد استاد مرادی بود. بعد از خدمت های ناصحی استفاده میکردم، ایشون هم شاگرد استاد مرادی بودن. به صورت حرفه‌ای انجمن خوشنویسان خدمت های فروغی رسیدم، استاد عزیزم، سال 79 که صفای باطن ایشون انرژی ها بهم داد. تأثیری که استاد روی بنده گذاشت اون موقع هیچ وقت یادم نمیره. اخلاق زیبایی که داشتن، صفای باطنی که داشتن، گرمای وجود ایشون اونقدر منو درون خودشون ذوب کرد که دیگه نتونستم خوشنویسی رو ول کنم. روز به روز بیشتر درگیرش میشدم. The first time that he laid his eyes on a calligraphy pen, he was amazed by the shining lines drawn through immersing the wooden pen into the ink. He had just started his teenage years, yet working at his uncle's small signboard making workshop as the spark that led Master Hadi Sayyid Kani all the way to end up as a zealous art student learning from the master of the art of calligraphy who resides in the city of Mashhad. This event mesmerized the teenage boy, for it makes one encouragement to have a lover take a leap of faith and pursue his dreams. رفتم خدمت و بعد از خدمت باز شروع کردم کار کردن خدمت استاد عزیزم آقای زوریاستین. رسیدم از ایشون هم بهره ها بردم، انرژی بسیار زیادی داشتن، منو تشویق کردن همیشه با نوازش های پدرانه استادانه منو راهنمایی میکردن. بعد از ممتاز سال 84 ممتازمو گرفتم، ممتاز کامل انجمن خوشنویسان شدم. تا اون دوره گذشت و خدمت استاد قائم مقامی رسیدم برای دوره فوق ممتاز. استفاده ها کردم از ایشونم، خدا حفظشون کنه. اساتید خوشنویسی که من داشتم شکر خدا بیشتر از این که به من خط یاد بدن، بیشتر با منش استادانه و انسانیتی که داشتن آرومم می کردن و بیشتر اخلاق یاد می گرفتم از استادام.
تا اینکه کلاس خوشنویسی بهانه بود تا اینکه خط یاد بگیرم و خوشنویس بشم. بیشتر اخلاق استادام منو جذب کرد، عاشقم کرد، با اون تشویقایی که میکردم، با اون برخوردایی که تو هیچ جای بازار پیدا نمیشه. Nowadays, many of the authentics or the masters of calligraphy avow the main reason which draws the enthusiasts into the field of art is not the experience and the skills they gain. Rather, it is the rich manners of the masters and their behavior with their students. The existence of such masters and the words that they state in the leading cause in attracting the students and touching their hearts, not to mention strengthening the bond between the teacher and his student. Every single day that passes by gives the calligrapher Hadi Sayyid Kani this burning desire to write with the black ink, for it gives him the will and passion to improve every day and increases his respect for his masters who taught him this art form. یه دوره خیلی کوتاه خدمت استاد اخوین تهران بودم، از استادای به نام خوشنویسی هستن. خب به خاطر مسیر راه و به خاطر مسائل دیگه نمیتونستم زیاد ادامه بدم. در کنارش برای خط شکسته از محضر استاد رضوانی استفاده کردم، استاد عزیزم، که ایشونم به تمام معنا استاد اخلاق اول، حتی سر کلاس ها از اخلاقیات صحبتی نمی کنه. نفس ایشون آروم، آدم آروم میکنه. این حرف من نیست، حرف تمام شاگرداشه. هر کس بدون استثنا دقایقی کنار استاد بشینه انرژی استاد رو حس میکنه. استفاده ها کردم از محضر استاد، همچنان دارم میرم کلاس استاد رضوانی، ازشون استفاده میکنم، شاگردی میکنم خدمتشون. ایشون هم با محبتاشون همیشه منو تشویق کردن و راهنمایی کردن، مشوق بسیار خوبی بودن توی زندگیم، توی خوشنویسی. و اگر این خوشنویسا، اگر این اساتید نبودن، من نمیدونم الان کجا بودم یا سرنوشتم الان چه شکلی بود. خودم مدیون استادام میدونم. صداقتی که توی مرکب سیاه و صفحه سفید هست، صداقتی که توی اون اخلاصی که توی اون سرخوردن قلم، یه تیک چوب خشک و یه زیردستی ساده هست، یا ابزار خیلی خاصی هم نداره، شروع میشه نوشتن، نسبت ها و به قول من دور ها، زاویه ها، حرکت هایی که به وجود میاد، زیبایی هایی که توی خط نصف تعلیق هست، آدم رو درگیر خودش میکنه. اون اخلاص رو نمیشه هیچ جای دیگه پیدا کرد. این اخلاصی که تو این رنگ سیاه و صفحه سفید هست، قلقش آدم رو دور میکنه، مخصوصا تو دنیایی که ما الان هستیم. هزاران گونه فریب و نیرنگ هست که هر کسی رو به شکلی درگیر خودش کرده، هر کسی به طریقی کشیده شده توی یک وادی که خودشون هم فکر میکنن واقعا مسیر درست رو دارن میرن. خوشنویسی خیلی بهم کمک کرده، همیشه شاکر خدا هستم که خوشنویس شدم. شاید اگر بازم متولد میشدم دوباره از اول از صفر، شاید زودتر از دوران دبستان خوشنویسی رو شروع میکردم و دنبال هیچ شغل دیگه ای نمیرفتم. From where Mr. Hadi Sayyid Kani stands, the white paper and the black ink create an exquisite piece of art which promotes sincerity and truthfulness. This proves the fact that an open-minded person who has an eye for art can see through things and read between the lines. The intelligent calligraphers can see the witness. The intelligent calligraphers can see the whiteness of the paper through the darkness of the black ink,
and utilize the papers to draw them closer to the Lord. ناخودآگاه وقتی یه مطلبی رو می‌نویسی درگیر موضوع هم میشی دیگه. همه اینا تو ناخودآگاهت ضمیر ناخودآگاهت اثر میذاره. مثلا این احادیثی که خدا توفیق داده نوشتم مال حضرت علی یا مال امام رضا علیه السلام. توی زندگی روزمره من بعضی وقتا با مسائلی برخورد میکنم، خب ناخودآگاه یاد یکی از اون نوشته ها میفتم. این خودش میشه چراغ راه، خودش کمکم میشه، دستگیرم میشه. مددی که خود اهل بیت همیشه به میرسوندن، این فکر میکنم خیلی پررنگ بوده توی زندگیم، اصلا نمیشه ساده از کنارش گذشت. ولی مدد اهل بیت خیلی بوده، از کوچکترین فکرهای درونی انسان خبر دارن، از کوچکترین نیتهای انسان خبر دارن، مخصوصا اگه مال خودشون باشه سری دستگیری. یادم همین احادیثی که برای آستان قدس چند سال داره چاپ میشه، احادیث امام رضا، یه بار به دلم خطور کرد، گفتم آقا جان دوست دارم یه کاری براتون انجام بدم دیگه، من چند سال دارم خط می‌نویسم، وقتش نشده یه چیزی، یه کاری براتون بکنم، یه خدمتی بکنم. چند روز نگذشته بود دوستمون تماس گرفت که یه سری حدیث از امام رضا علیه السلام هستش که می‌خوایم برامون کتابت کنی. شروع کردم به نوشتن. خب اینم بزرگترین توفیقایی بوده که فهم کنم تا الان دو زندگیم شامل حالم شده. همه جای ایران پخش شده، تو مساجد، توی مدرسه ها، تو حتی دورترین نقطه های شهر یا کشور رفتم کارا رو دیدم. این همه برکت ناخودآگاه. هر کس حدیث حضرت رضا علیه السلام بخونه، درسی ازش بگیره، منم فهم میکنم به منم میرسه، فهم میکنم یه قسمتش برمیگرده به من. اینو همه چراغ هدایت میشه، چراغ راه میشه برام. When the calligrapher considers himself as a blessed person by the household of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon them, then they will never write anything other than the hadiths of Prophet Muhammad's household, and they will consider the hadiths as the light which illuminates their path. Furthermore, calligraphy is an art form full of miracles and passion. One can barely find a calligrapher who has never found a trace of the blessings of the Imams in their life or work, or a calligrapher who hasn't received moral support from his Imams. The life of the calligraphers, such as Hadi Sayyid Kani, is full of cases where the Imams showed them the right path in life, either directly or by sending a sign. Also, the Imams ease the path of such people. Is it possible to be neighbors with Imam Rida alayhi salam, yet to suffer from the hardship of work despite his blessings? معجزه هایی که توی زندگی خودم اتفاق افتاده اونقدر زیادن، اونقدر زیاد بوده که اصلا نمیشه منکرش شد، اصلا نمیشه از کنارش راه رد شد. حتی تو همین خوشنویسی، اتفاقای ساده‌ای که، فکرای ساده‌ای که توی ذهن منو گناهکار میافتاده و جوابای خیلی زیبا میومده، اتفاقای خیلی قشنگ میافتاده. با دوستمون صحبت میکردم، ما یکی از خوشنویسا، گفتم خیلی دوست دارم 110 تا نمایشگاه به نیت حضرت علی بزنم، 110 تا نمایشگاه انفرادی. ایشون خندید، یه جورایی مسخره هم کرد، گفت این کار شدنی نیست، 110 تا نمایشگاه من شوخیه، نمیتونی تا آخر عمرت هم نمیتونی بنویسی، نمیتونی همچین کاری رو بکنی.
فردا پس فردا شد با دوستمون تماس گرفت که 110 تا حدیث از حضرت علی هست سفارش شهرداری تهران. می نویسه برامون؟ گفتم آره من اینو دیروز فیروزا گفته بودم که نیتشو کرده بودم، شاید این همونه رسیده. خب اینا همه معجزه است دیگه. 110 تا حدیث به قول معروف نوشته شد که قسمتی چاپ شد و با تیراژ بسیار بالا. ما اگر نمایشگاه خوش نویسیم، نمایشگاه انفرادی داریم، شاید بازتابش توی مردم شاید مثلا 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر بیان ببینم. ولی این احادیثی که به برکت خود اهل بیت چاپ شده، فکر میکنم بازدید کنندش هم به مراتب بیشتر بوده از اون نمایشگاه های انفرادی که ما میذاریم. تأثیرش هم بسیار بسیار بیشتر بوده. اتفاقات اینطوری که میفته، ایمان آدم برای کارش، برای حرکتش و درست بودن مسیرش زیاد میشه روز به روز. خیلی زیباست. والا ما همیشه خجالت زده ای آقاییم. درست نیست که بگیم چیزی میخوایم ما در مقام، مگر در مقام گدایی. آره خیلی چیزا میخوام اگر قبول کنن آقا، فقط همون محبت واقعی رو میخوام که اونم و ما توفیقی الا بالله، اگر بهمون بدن همه چیزو دادن انشاءالله. وقتی که قطعه ای برام نوشته میشه، تموم میشه برام، احساس میکنم مخصوصا قطعات قرآنی، مخصوصا احادیث، وقتی تموم میشه و فکر میکنم دیگه واقعا سعی خودمو کردم، فکر میکنم دیگه تمام زورمو گذاشتم روش، وقتی تموم میشه خیلی لذت بخشه، احساس خیلی زیبایی دارم. فکر میکنم شاید این باشه برای دستگیریم، من نباشم و اینا باشن. این خیلی جالبه برام، خیلی زیباست. He keeps on writing and moving the wooden pen across the paper. He paints it with the black ink and draws the lines, which will be rewarded as good deeds in the hereafter. He uses the pen to write down the hadiths of the infallible Imam on the paper, and he believes that these writings will protect him against making mistakes in this world and the hellfire in the hereafter. He proudly writes, while he believes that the hadiths revealed by Imam Ridha alayhi salam taught him lessons of life, and he owes all of his success to the blessings of Imam Ridha, who has watched over him ever since he was just a child. نقطه اوج توی خوشنویسی، حالا یا زندگی، هر کسی براش یه تعریفی داره. تعریف من از نقطه اوج فکر می‌کنم نرسیدم، حتی بعد از اینکه مدرک استادی رو سال 91 گرفتم، که به نوعی توی خوشنویسی خب بالاترین مدرک معادل دکتراست و بالاتر از مدرک استادی نیست دیگه تو مدرک تو خوشنویسی. من تازه متوجه شدم که چرا کم شاگردی کردم. تازه متوجه شدم که باید شاگردی کنم. اوجها اینا نیست برای من. اوج اون لحظه ای که شاید بعد از مرگ گذری از طرف اهل بیت جای من بشه و بهم بگن فلان کار تو، ما فلان قطعت و فلان خطی که نوشتی ما رو خوشحال کرد. این شاید نقطه اوج باشه توی زندگی من، که خب باید منتظر باشم ببینم چه اتفاقی میفته. سلام علی السید المرتضی علی ابن موسی الرضا المرتضی. دلیل کشیده شدن من به سمت و سوی خوشنویسی فکر میکنم خود آقا امام رضا بودن. از بچگی مسیری شاید برای من تعریف شده، اعتقاد دارم به این، از بچگی مسیری برام تعریف شده توسط خدا آقا، که فکر میکنم الانم قسمتی از اون مسیر رو طی کردم، قسمتی دیگرش رو باید طی کنم که به جایی که خودشون میخوام شاید برسم. اگر تو شهر دیگه بودم الان نمیدونم شغلم چی بود، چه کاره بودم. برکت، یا اگر خوشنویس بودم مثل
تو این قسمت کمتر کار میکردم، تو قسمت اهل بیت بیشتر کار میکردم، کمتر توفیق میشد کار کنم. این برکت آقا امام رضا بوده که جذبه آقا منو کشیده که سخن ایشونو بنویسم، کلامشونو بیشتر بنویسم. هر چه گرداشت را دیدم، گنج دل هر چه گرداشت را دیدم، در طواف حرم قدس تو پاشید رضا رضا جانم رضا. اگر ما میخواییم به خودشناسی برسیم، باید تو استعدادهایی که خداوند درمون گذاشته بیشتر غور و تفکر کنیم تا به خودشناسی برسیم. خیلی وقتا دوستان خط میارن، اصلا مشخصه حالش خوب نبوده، یا بعضی وقتا خط بعضی از اساتید یا بعضی از دوستان نگاه میکنیم یک انرژی داره پشت پرده علته، ولی این واقعا لمس میشه. نه برای من خوشنویس، برای مردم عادی هم این اتفاق میفته. مردم خیلی راحت با اون هنری که پشتش معنویتی داشته باشه، پشت اون هنر انرژی داشته باشه، نیروی باشه، فرازمینی، خیلی راحت با اون ارتباط برقرار میکنن و قبولش میکنن. مثل بعضی از تابلوهای مثلا استاد فرشیان، یا بعضی از تابلوهای حالا اساتید دیگه، اساتید خودم استاد امیرخانی. این موندگار میشه تو طول تاریخ به خاطر اینکه اون معنویت خود هنرمند پشتش هست، انرژی که شاید صدها سال بعد تابلو رو نگاه کنن و پی به شخصیت خوشنویس ببرن، همونطور که میشه از روی خط بعضی از اساتید گذشته حالشون رو نگاه کرد، حتی روانشناسی کرد، بگیم این مثلا این از روی حرکت ها و نوع به قول معروف خطی که نوشته میشه گفت، تا حدودی میشه گفت چه نوع شخصیتی داشته. بیشتر نستعلیق کار میکنم، اصلا تخصصم نستعلیقه. شکستم خدمت استاد رضوانی، مدت هاست داریم استفاده میکنم. خط نستعلیق و باز به سفارش خود استاد امیرخانی از شیوه امادور کتاب شروع کردم. این دفعه آخر که استاد خطم رو دید، شاگرد نوازی میکنه البته استادم میشه، گفت از شیوه میر اماد کار کن دیگه، خطت نیاز به از این مرحله رد شده. الان دارم از شیوه میر اماد دارم تحقیق میکنم، ولی خمیرمایه خطم شیوه استاد امیرخانیه. شیوه استاد امیرخانی هم برمیگرده به شیوه شاگرد استاد حسن و استاد حسین میرخانی بودن که اینا شاگرد پدرشون بودن. پدرشون سید مرتضی برغانی شاگرد کلهور بوده فکر میکنم، اگه اشتباه نکنم. شیوه کلهوره این که مقداری متمایزه با شیوه های دیگه، البته شیوه فراگیره توی ایران. Despite his young age, Hadi Sayyid Kani has gained so many experiences from participating and displaying his artworks in 3 exhibits, attending different festivals, and achieving 15 awards in a variety of national festivals. He is considered as one of the youngest successful calligraphers in Iran, as he was blessed enough to write 60 hadiths from Imam Ridha, peace be upon him, and a number of hadiths from Imam Ridha alayhi salam in 2 books. از سال 87 با شاگردای گروه فوق ممتازم شروع کردیم کار کردن، که تا حالا 2-3 تا نمایشگاه گروهی داشتیم با هم، 3 تا نمایشگاه انفرادی تا به حال خودم داشتم. نمایشگاهم تو مشهد، نمایشگاه اولم تو سالن اشراق بود، نمایشگاه دوم سالن میرک بود، نمایشگاه سومم هم مجتمع امام خمینی بود. تو نمایشگاه های جمعی هم اغلب نمایشگاه فکر میکنم شرکت داشتم، نمایشگاه داخل و خارج از کشور، که
توفیق بوده تا حالا تعدادی از آثارم چاپ بشه. حدود 60 تا حدیث از آقا امیرالمومنین چاپ شده تو تهران. چند سال آلبومای احادیث آقا امام رضا تو مشهد از طرف آستان قدس داره چاپ میشه که به نام خط خورشید و به نام خط خورشید چاپ شده. دو سری 2 تا 8 تا از احادیث آقا امام رضا علیه السلام چاپ شده که امسال سال فهم میکنم 3 یا 4 میشه که داره تجدید چاپ میشه. حالا امام زمان که همه دوست دارن وصل بشن، همه توسل میکنن و اینکه وصل شدیم وصل به چه معنا؟ آقا همیشه هوای همه رو داره. بعضیا آتش یا آتیش درونشون کمتره، خب میبینن اینو، مشاهده میکنن. بعضیا مثل من اونقدر آتیش درونمون اونقدر زیاده و شعله بره که حتی جلوی خودمونم نمیتونیم ببینیم، چه برسه به آقا وصل شدن. ولی خب دست آقا رو سر همه هست، کمتر و بیشتر مشاهده میشه این تو هر کسی. A young calligrapher who knows the cause of his existence is to satisfy his beloved ones will have no distress. He who knows the Imam is watching over him will remain proud regardless of becoming famous or not. یه روز یکی از دوستان اومد گفت انگیزم کم شده برای خوشنویسی، چه کار کنم که انگیزم بیشتر بشه، شوقم برای خوشنویسی و خط نوشتن بیشتر بشه. گفتم آیا خط صاحب داره؟ برای کی داری خط می‌نویسی؟ اگر مطمئن باشی، یقین داشته باشی که برای کسی داری خط می‌نویسی، مثلا برای آقا امام رضا داری خط می‌نویسی، به شوق این که یه قطعت رو بنویسی تموم بشه معذر آقای رای بدی، انگیزت 100 برابر میشه. حالا این میشه خوشنویسی، رو میشه تو قالب زندگی هم به قول معروف گذاشت، تو کلیشه زندگی هم گذاشت. همیشه همین، ما به زندگیمون صاحب داشته باشه، بدونیم برای کی زنده ایم و برای کی داریم کار میکنیم و زندگی میکنیم، هدف داشته باشیم. از دوستان تشکر میکنم، زحمت کشیدن، وقت در اختیار من گذاشتم و التماس دعا دارم و خداحافظی میکنم از محضر همه شما. زنده باشین انشاءالله.